خب بینندگان عزیز، همراه هستیم با آقای محمد محدثین، مسئول کمیسیون خارجه شورای ملی مقاومت ایران. بعد به نام با سلام خدمت شما، ممنون از اینکه در این گفتگو شرکت میکنید. با سلام و درود به شما و به همه دستاندرکاران سیمای آزادی و به عموم بینندگان و هموطنان عزیزمون، و با امید به روزی که هر چه زودتر دشخیمان و جلادان و سرجلادان مثل خامنه‌ای، رئیسی، اژه‌ای و سردمداران سرکردگان سپاه پاسداران و جنایتکارانی که بر میهن اون حاکمان همه در برابر عدالت در ایران آزاد شده قرار بگیرن. ما برای اون روز مبارزه میکنیم، برای اون روز زنده هستیم و به این امید نفس میکشیم. این مأموریت و مسئولیتی است که بر دوش تک تک مجاهدین و هوادارانشون و اعضای این مقاومت است. بله، ضمن تشکر مجدد از حضورتون، اولین سوالم این استش که امروز خب در خبرها هم داشتیم که در آخرین روز دادرسی همین دشقیم حمید نوری بودیم. یک موضوعی که خیلی جلب توجه میکرد این بودش که همه وکلا و کارشناسا و خلاصه خبرنگارهایی که کیفرخواست نهایی دادستان و از اون طرف دفاع نهایی وکلا رو هم شنیده بودند، یک اجماع نظری داشتن و نظرشون این بود که متهم، یعنی دشقیم حمید نوری، حتما محکوم خواهد شد. این اشتراک نظر طبعا یک مبنایی داره، یک پایه‌های محکم و آشکاری باید داشته باشه که چنین چیزی شکل گرفته. به نظر شما که هم از نظر سیاسی و هم از نظر حقوقی در جریان دادگاه و همه مراحلش هستید، این پایه‌ها چه چیزهایی هستن؟ بله، عرض کنم حضورتون که این البته بحث مفصلی هست. این سوالی که شما کردین خلاصه اون چیزی هست که در این 90 جلسه 92 جلسه اتفاق افتاده. واقعیت این هست برای اینکه این اتهامات وارده بر این دشخیم ثابت بشه، یک سری مراحلی لازم بود. اولا باید ثابت میشد از نظر دادگاه که یک قتل عامی وجود داشته، اصل قتل عام ثابت میشد، چون دشخیم حمید نوری و وکلاش و رژیم منکر قتل عام بودن. علاوه بر این باید ثابت میشد که اینا مراحلی که انجام شده. علاوه بر این باید ثابت میشد که این حمید نوری و حمید عباسی یک فرد هستند. علاوه بر این باید ثابت میشد که این جنایتکار در زندان گوهردشت بوده، چون به اتهامات این فرد در زندان گوهردشت در مقطع قتل عام، یعنی در ماه‌های مرداد و شهریور سال 67 رسیدگی میشد. در واقع کاری به جنایت هایی که قبلش کرده بود یا بعدش کرده بود این دادگاه به طور مشخص نداشت. و از همه مهمتر، و وقتی که این مراحل طی میشد، که این مراحل به خوبی طی شد چون چیزایی هست خیلی محرز و مسلم هست، کسی نمیتونه منکر قتل عام بشه، اسناد و گواهی های خود رژیم و مقاماتش و فتوای خمینی و همه اینا وجود داره. اصل قضیه این بود که آیا حمید نوری، این دشخیم، در جنایت‌های مشخصی که بعد از 34 سال میتونه، بعد از 33 سال یا 34 سال میتونه به اصطلاح مشمول قانون جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت بشه، هست یا نیست، و میشه طبق این قوانین محاکمش کرد یا نه، قانون سوئد اون رو به اصطلاح در بر میگیره یا در بر نمیگیره، جنایتش چطور است. اینجا که در واقع حساس‌ترین قسمت موضوع بود، پرونده از استحکام زیادی برخوردار هست. سازمان مجاهدین خلق ایران از ابتدا در این پرونده وارد، چون خیلی واضح بود از اول این پرونده با یک توطئه‌ای همراه بود، یک توطئه‌ای بود علیه مجاهدین و مقاومت ایران. رژیم میخواست به اصطلاح به کمک ایادیش و مزدورانش این پرونده رو در واقع علیه مجاهدین، علیه جنبش دادخواهی که از سال 67 توسط برادر مجاهد مسعود رجوی شروع شده بود و در سالهای اخیر، در سال 95 به این طرف، با کارزار گسترده بین المللی و داخلی که خرمریم بهش فراخوان دادن، ابعاد گسترده تری به خودش گرفته بود. رژیم میخواست اینو مخدوش کنه و در این حال یک به اصطلاح مهره مزدور خودش رو هم سفید سازی کنه و تای خط ترتیباتی بده که همین دشخیم دستگیر شده هم آزاد بشه. به همین خاطر از اول با این خط رژیم حرکت میکرد. مجاهدین که این به اصطلاح
توطئه رو به سرعت و به خوبی تشخیص دادن و با افشای این توطئه، به خصوص با افشای نوار مکالمه سردشخیم ناصریان شیخ محمد مقیسه، در صدد خونسا کردن این توطئه برمانه. از یک طرف با افشاش و تلاش برای خلعیت از مزدور و مزدوران در این پرونده، و از طرف دیگه با تحکیم پرونده به لحاظ حقوقی در مراجع قضایی سوئد که نذارن این دشخیم در بره، دشخیم از مجازات در بره. به همین خاطر الان در پرونده که نگاه کنید، اسناد مربوط به درگیر بودن حمید نوری در جنایاتی که میشه بهش جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت گفت، اساساً توسط شاهدان و شاکیان و پرونده های اثبات میشه که سازمان مجاهدین ارائه کرده. چون خود این پرونده، خود اثبات این جنایت هم خودش کار ساده ای نیست، چون در زندان گوهردش یا در زندان اوین یا در مقطع قتل عام افراد، نگهبانا، پاسدارا کارهای مختلفی میکردن. برخی از کارها و وقتی برخی از مأموریت ها هست که به طور مشخص این مباشرت و معاونت در اعدام های دست جمعی هست. به طور مشخص در این پرونده سه تا جرم هست که بسیار مهمه: یکی بردن افراد زندانیان به اتاق هیئت مرگ، یکی بردن زندانیان به سالن مرگ، اون چی که بهش میگن آمفی‌تئاتر یا حسینیه در گوهردشت، و یکی شرکت در خود عملیات جنایتکارانه اعدام، حلق‌آویز کردن و یا زدن صندلی ها، خالی کردن صندلی ها از زیر پای مجاهدان سربدار. این سه تا عمل هایی است که شبهه به اصطلاح عنوان دیگه اتهامی نداره، تیز مشمول قانون جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت میشه. و در این حالا این سه تا اتهام هم دو نوع استدلال و دو نوع شاهد برش وجود داره. یک استدلال و شاهد کسانی که از قبل از دستگیری حمید نوری این حرف رو زدن، کسانی که از قبل از دستگیری حمید نوری گفتن حمید نوری در این جنایت ها دست داشته، حرفشون ثقه است، حرفشون معتبرتره. چون کسانی که بعد از دستگیری حمید نوری این حرف رو زدن، خب میتونن تحت تأثیر یا تحت القاعات یا حتی تحت شبهه هایی باشن. بنابراین مهمترین اسناد در این پرونده اسنادی است که قبل از دستگیری حمید نوری کسانی اومدن این حرف رو زدن، و در این پرونده کسانی که این حرف رو زدن فقط از مجاهدین هستن، و به طور مشخص دو تا از برادرانمون، برادرمون حسین فارسی و محمود رویایی که خودشون در زندان بودن در دوران قتل عام، در کتاب‌ها و در خاطراتشون، در خاطرات برادرمون حسین فارسی و برادرمون محمود رویایی که اینا کتاب‌هایی است که همه مربوط به دهه 80 هست، یعنی 15 سال، 17 سال، 20 سال قبل از دستگیری حمید نوری منتشر شده، و یا در مصاحبه‌ای که محمود رویایی کرده با سیمای آزادی در سال 1378 یا 79، به طور مشخص از این سه جنایت اسم برده شده که حمید نوری در این سه جنایتی که عرض کردم، یعنی بردن به اتاق مرگ، نزد هیئت مرگ، بردن به آمفی‌تئاتر و بردن به سالن مرگ و در شرکت در عملیات اعدام دست داشته. کما اینکه در همون سال سازمان مجاهدین و همونطور که میدونید این دو تا برادرمون جز شاهدان این پرونده بودن، و همین رو به اصطلاح کتاب قتل عام زندانیان سیاسی که سازمان مجاهدین بر اساس شهادت های تعداد زیادی از زندانیان در دوران قتل عام منتشر کرده، این هم به وضوح از نقش حمید عباسی در پرونده میگه. اینها در واقع پرونده های شهادت های منحصر به فرد. قابل توجه همین امروز که وکیل دشخیم سعی میکرد که رد کنه این اتهامات رو، نتونست، در مقابل فاکت های متعددی رو سعی میکرد ازش تناقض بگیره، از معدود موارد که اصلا نتونست تناقض بگیره از شهادت های همین برادرمون. به همین خاطر این پرونده محکمه و دلایل متعدد و تردید ناپذیری برایش وجود داره. بله، شما الان خیلی خوب پیچیدگی های این پرونده رو گفتید و پایه های محکمی که درش هست، البته به اقداماتی هم که رژیم در این مدت داشت اشاراتی داشتید، ولی من میخوام صریح‌تر و تیزتر
بپرسم که در این مدت رژیم برای اینکه چنین محکومیتی صورت نگیره و خلاصه ازش جلوگیری بکنه طبعا بیکار نبوده، لطفا توضیح بدید که چه کارهایی در این زمینه کرد. عرض کنم حضور شما که رژیم کارهای زیادی کرد از ابتدا و از به اصطلاح روز اول با یک طرح و توطئه‌ای وارد شد. یکی از بارزترین کارهایی که رژیم در این فاصله کرد از همون روز اول توسط مأمورانش و مزدورانش تلاش کرد که مانع با یک جنگ روانی کثیف، با یک به اصطلاح هیاهو، با یک لجن پراکنی گسترده و گاهی اوقات روزمره علیه سازمان مجاهدین، علیه رهبری مقاومت و علیه زندانیانی که میتونستن شاهدای قاطع باشن در مقابل این پرونده، اومد به اصطلاح تلاش کرد که نذاره اینا وارد این پرونده بشن. برنامه‌های هفتگی این مزدور نفوذی ایرج مصداقی در این زمینه ابعاد بسیار گسترده‌ای داشت، یک مانع روانی و یک مانع سیاسی برای ورود این شهود. کمان که وقتی این شهود اومدن تلاش زیادی کرد که امروز هم باز وکیل، الان شما هم در اخبار در گزارش خبریتون اشاره کردین، از به اصطلاح ورود تلاش کرد که شهادت برادر اون مهدی اصغرزاده که از تعیین یکی از تعیین کننده ترین شهادت ها هست، اون رو به اصطلاح چیه تحت شعاع قرار بده، بگه که این که اون رو بردن در به اصطلاح نزد هیئت ما، بردن در سالن اجرای اعدام در آمفی‌تئاتر، این یک به اصطلاح امر فانتزی هست و نه یک امر واقعی، که البته اینو دادستان رد کرد و منتفی کرد و گفتش که حرف این مزدور نفوذی و بقیه درست است و این شهادت که اصغر مهدی‌زاده رفته درون سالن مرگ، درون آمفی‌تئاتر و دیده این صحنه ها رو موثقه. علاوه بر این رژیم، این کار اولیش بود، رژیم از طرق دیپلماتیک با شانتاژ، با فشار، با مراجعه وزارت خارجه به وزیر خارجه رژیم، به وزیر خارجه سوئد در مونیخ، با احضار سفیر سوئد در تهران، با یک کارزار خیلی هماهنگ در روزهای اخیر، در هفته‌های اخیر در مطبوعات رژیم علیه سوئد تلاش کرد که این رو جلوشو بگیره. من اینجا موضعی که همین امروز رهبر مقاومت ایران، برادر مجاهد مسعود رجوی، تو همین رابطه در ارتباط با همین تلاش‌های مذبوحانه رژیم داشتن رو خیلی خوشحالم و خوشبختم که اینجا براتون بخونم. برادر مجاهد مسعود رجوی، رهبر مقاومت، امروز در موضع خودشون گفتن که دست و پا زدن وزیر خارجه جلادان و تهدیدهای جنایتکارانه رژیم آخوندی قبل از هر چیز اعلام شکست و درماندگی در برابر خون شعله‌ور مجاهدین سر موضع است. قبل از هر چیز اعلام شکست و درماندگی در برابر خون شعله‌ور مجاهدین سر موضع است. دولت سوئد باید در مقابل گروکشی و شانتاژ، پیگرد قضایی و محاکمه بلادرنگ رئیسی جلاد 67 را به جرم نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت را جلوی رژیم بگذارد. پس اجازه بدید من یک بار دیگه افتخار داشته باشم که این موضع و این جمله رو بخونم از قول برادرمون مسعود که گفتن امروز منتشر شده، دست و پا زدن وزیر خارجه جلادان و تهدیدهای جنایتکارانه رژیم آخوندی قبل از هر چیز اعلام شکست و درماندگی در برابر خون شعله‌ور مجاهدین سر موضع است. در برابر خون شعله‌ور مجاهدین سر موضع است، پیامی که امروز در سایت مجاهد همین ساعتی پیش منتشر شده. دولت سوئد باید در مقابل گروکشی و شانتاژ، پیگرد قضایی و محاکمه بلادرنگ رئیسی جلاد 67 را به جرم نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت را جلوی رژیم بگذارد. درود
و این موضع بسیار بسیار هوشیارانه و انقلابی که در مقابل این دست و پا زدن های رژیم رو شکست رژیم در مقابل خون شوروی مجاهدین مجاهدین سر موضع گفتن و اینکه دولت سوئد باید در مقابل این گروکشی و شانتاج این دشخیم رو سردشخیم رو جلاد 67 رو که مسئول همین حمید نوری هست جنایت هایی تحت مسئولیت اون انجام شده به عنوان آمر در مقابل دادگاه قرار بده. بله بعد آخرین سوالم این هستش که یه موضوعی هست که این روزها توی بحث های مربوط به دادگاه مطرح میشه، اون هم اینه که آیا تاکید مجاهدین بر اینکه درگیری هاشون با رژیم داخلی بوده باعث نمیشه که دفاع در جهت محکومیت این دشخیم رو تضعیف کنه، چون مثلا میتونن بگن درگیری داخلی بوده بین المللی نبوده و خلاصه در صلاحیت این دادگاه نیست؟ اصلا حضورتون این موضوع از یک بابتی تقریبا دیگه خنددار شده، موضوع تعیین تکلیف شده یه به خصوص امروز یک بار دیگه هم دادستان هم وکیل کنت لوئیس هر دو این موضوع رو خیلی روشن و خالی از ابهام گفتن. جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت موضوع تجزیه برداری نیست. جنایت علیه بشریت، جنایت جنگی در داخل خاک ایران باشه، در داخل خاک عراق باشه، بین المللی باشه یا داخلی باشه، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی است. کسانی که آگاهانه این موضوع رو مطرح میکنند یا خود رژیم و یا مزدورانش، این مزدور نفوذی و افرادی مانند اون، در واقع دو تا هدف رو دنبال میکنن، دو تا موضوع رو دنبال میکنن. از یه طرف میخوان بر مزدوری خودشون و ارتباطات خودشون با دشخیمان، بر ایمیل های رد و بدل شده دیگه شهره خاص و عام شده، ایمیل هایی که حمید نوری برای این مزدور نفوذی فرستاده و اینکه اخیرا هم گفته حمید نوری رفته بود اسم منو سرچ کنه یا اسم خودشو سرچ کنه توی گوگل، به مقاله من خورده بود، دستش خورده بود به اسم من شده بود ایمیلی. این سناریو بسیار مسخره بعد دو سالو خورده ای. اینا یک هدف، هدف کوتاه مدتش از تا اونجا که به مزدورا برمیگرده این هست، سرپوش گذاشتن بر ارتباطات خودشون با دشخیم. ولی نکته مهمتر میخواد بگه که گویا در ایران یک جنگی بین مردم ایران و مقاومت ایران از یک طرف و رژیم آخوندی وجود نداشته، هر چی بوده زایده جنگ ایران عراق بوده، زایده آمریکا بوده، به استکبار جهانی مربوط میشده، به صدام کافر به قول خود رژیم مربوط میشده، از صهیونیسم جهانی نشأت میگیره و ربطی به مردم ایران نداره. جنگی گویا جنگی از سال 1350 و روز اولی که خمینی اومده، یک جنگ واقعی همه جانبه که به سرعت هم تبدیل به یک مقاومت همه جانبه شده وجود نداره. میخواد این رو بگه. پس بنابراین باید به همین رئیسی و خامنه ای ساخت، هر چی بوده زایده جنگ بوده و تموم شده. این حرف رو میخواد بزنه. اما به لحاظ حقوقی، به لحاظ حقوقی این مسئله فوق العاده تعیین تکلیف شده ایه. از روز اول کیفرخواست بر اساس جنگ داخلی، جنگ نزاع مسلحانه بین المللی و نزاع مسلحانه غیر بین المللی بنا شده، در کیفرخواست اومده هر کدوم از این دو حالت باشه و هر کدوم از این دو حالت ثابت بشه، در مجرمیت حمید نوری تفاوتی نمیکنه. جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی جنایت جنگی است. این موضوع که اصلا سال 1949 تعیین تکلیف شده در کنوانسیون های ژنو، ماده 3 کنوانسیون 4 ژنو که بعدا در همه کنوانسیون ها معتبر هست، آسیب رسوندن به غیر نظامیان در جنگ های داخلی مثل جنگ های بین المللی جنایت جنگی محسوب میشه. پس من به لحاظ قانونی هم این مسئله از روز اول حل و فصل شده است و سوئدی که در سال 1964 یا 66 تردید از من هست این قانون رو، قانون جنایت جنگی رو و کنوانسیون ژنو رو در حیطه قانون خودش وارد کرده، شامل جنگ داخلی و بین المللی میشه. همین دادگاه و در همین سوئد همین قاضی این دادگاه آقای ساندرز در دو پرونده متعلق به رواندا که جنگ کاملا جنگی داخلی بوده، هیچ به اصطلاح وجهه بین المللی این جنگ نداشته،
جنایت هایی که در اونجا واقع شده رو به عنوان جنایت جنگی در همین سوئد رای داده. و امروز دادستان مجدداً بر این امر تاکید کرد در مقابل استدلال های وکیل حمید نوری و گفتش که بدون هیچ ابهامی دولت سوئد اجازه این محاکمه رو صادر کرده و وقتی اجازه این محاکمه رو صادر کرده با هر دو فرض صادر کرده و علاوه بر روی هایی که در سوئد داریم در نروژ هم این پرونده مشابهی در نروژ هم جریان داشته که اون هم در مورد جنگ داخلی جنگ غیر بین المللی همین رأی رو داده و این پرونده تا دیوان عالی کشور در نروژ هم رفته و دیوان عالی کشور نروژ هم اون رو تایید کرده. کمان که وکیل کنت لوئیس هم امروز جواب دندونشکنی به این موضوع داد و گفت حکم خمینی خودش این موضوع رو تعیین تکلیف کرده، فتوای خمینی یا حکم خمینی، همین حکمی که بر اساسش این همه جنایت صورت گرفته، صریحا میگه آقا مجاهدینی که از شمال جنوب و غرب کشور میجنگن اینا محاربن و تا اونجا که به شمال کشور برمیگرده و جنوب کشور برمیگرده ربطی به عراق نداره و جنگ بین المللی نیست. پس این حکم در واقع از یه طرف نشون میده جنگ مجاهدین و مردم ایران با رژیم، البته بخشش هم در عراق صورت گرفته، این وچه میتونه وچه بین المللی تلقی بشه، ولی این جنگ فراتر از این حرفاست، از روز اول بوده، به خصوص از سال 59 در واقع خمینی فتوای به اصطلاح محدود و دم بودن مجاهدین رو داده، گفته اینا مالشون، ناموسشون و جانشون حرمت نداره. این فتوای خمینی که حاکم شهر بم در سال 1359 از قول خمینی داد و بعدم که اعدام های دست جمعی اینا همه میدونیم. این بنابراین نه در مفهوم و نه در مصداق اصلا زمینه‌ای برای مطرح شدن نداره، تأثیری در محکومیت دشخیم نمیذاره. کسانی که اینا رو میگن همونطور که گفتم از یه طرف میخوان رژیم رو در ببرن که مقاومتی وجود نداره و از یک طرف دیگه خودشون رو در ببرن و بر مزدوری خودشون سرپوش بذارن. بله بهنام یکتانینا، ممنون از حضورتون و توضیحات واضحتون، ازتون خداحافظی میکنیم. با تشکر از شما، با معذرت از اطاله کلام.